میرسیم به رپلیکیتور. رپلیکیتور برای ایجاد کپی های زیاد از یه آبجکته. مثلا من اگه از این بخوام 20 تا 30 تا حالا یه تعداد درست بکنم، میتونم از رپلیکیتور استفاده بکنم. برای این کار اون لایه که میخواین تکرار کنید یا لایه هایی که میخواین تکرار بشن رو انتخاب میکنید، رپلیکیت رو میزنید و همونطور که شما میبینید اینجا ما یک سری آپشن داریم که خیلی شبیه به آپشن هایی که توی پارتیکلز داشتیم، مثلا شیپ لاین، رکتنگل و حالا اگه رکتنگل باشه فقط آوتلاینش باشه یا فیل باشه یا رندوم باشه یا به طور مثال سیرکل یا برست، عین اون چیزهایی که ما توی البته عینن که نداری، خیلی شبیه اون چیزهایی که توی پارتیکل امیترز داشتیم اینجا توی رپلیکیتور داریم. شاید بزرگترین تفاوت این دوتا این باشه که رپلیکیتور تقریبا یه چیز ثابته و دیگه حرکتی اینجاها وجود نداره مگر اینکه خودمون انیمش بکنیم. اگر من میخوام میتونم اسکیل اون چیزی که داره کپی میشه رو کم بکنم و حالا اینجا مثلا این نمبر آف آرمز رو میتونم زیاد بکنم، خیلی میگم تقریبا شباهت خیلی زیادی داره به پارتیکلز. یا مثلا اسپایرال اگه بخوام میتونم باز تویست رو کم و زیاد بکنم، اگه بخوام میتونم رادیوس رو کم و زیاد بکنم یا حالا تعداد بازوها رو. و این نکته ای که ما اگر بخوایم میتونیم کالرایزش بکنیم، میتونیم بگیم رنگ بهش بدیم و بگیم حالا مثلا رنگ قرمز داشته باشه یا حالا رنگ آبی داشته باشه. دقیقا این اتفاقی تو پارتیکل ها بود، بگیم مثلا از شروع به پایان یه همچین رنگی داشته باشن. میتونیم بگیم که رندوم داشته باشه اسکیلشون، میتونیم بگیم مثلا رنگشون از یه رنج انتخاب بشه که اینجا هست. و حالا چیزهایی که اینجا داشتیم اینن، اگه ما بخوایم شو از ایمیج رو میتونیم وایر فریم بکنیم، لاین بکنیم، پوینت بکنیم. خیلی شباهت داره به آپشن هایی که ما توی امیتر داشتیم. اگر شما 3D رو بزنین و بیاین اینجا کامرا اضافه بکنین، من یه مقدار اگه بچرخونم و من بیام توی رپلیکیتورم، البته اسپایرال نمیتونه 3D باشه چون به هر حال یه حضلولیه، ولی مثلا اینجا میتونم از رکتنگل استفاده بکنم. البته فکر میکنم از باکس باید استفاده کنم، ببخشید، به جای رکتنگل من میتونم از باکس استفاده بکنم و بگم حالا مثلا 5x5 و حالا سایزش میتونه بزرگتر کوچیکتر باشه، عمقش میتونه کمتر یا بیشتر باشه. حالا باز به برنامه میل خودتون اونجوری که دوست دارید این جسم رو کپی بکنید. اجازه بدید من این کالرایز رو هم بذارم روی یه رنگ باشه، یه مقدار راحت تر بر نرم افزار اینطوری محاسبش. و میتونم بیام بگم مثلا توی کره اینها رو کپی کن، داخل حجم یک کره باشن. البته طبیعتا خیلی سنگین هست این افکت و خیلی یه مقدار ممکنه کند باشه، ولی خب شما اینجا تأثیرش رو میتونید ببینید و میتونید به اون تعدادی که خواستید توی اون به هر حال ابعادی که میخواید ازش کپی بکنید و از اون جسمتون استفاده بکنید. عیناً مثل پارتیکل شما میتونید توش یه مووی درگ بکنید، توش میتونید دو تا عکس درگ بکنید و به هر حال این اتفاق برای تمام اونها به یک شکل میفته. تنها نکته که شاید اینجا جالب باشه بدونید فیس کامراست که ما توی پارتیکل هم داشتیم. اگر شما فیس کامرا رو بزنید همیشه هر چقدر هم که اینها بچرخن روشون به سمت دوربینه و همیشه رو به دوربین الاین میشن و رو به دوربین دیده میشن. خب من یه نکته هم اینجا موند که من اگه اجازه بدید از مود 3D میخوام در بیام و این جسم رو هم از حالت 3D در بیارم.
شما ممکنه بخواید این به این شکل نباشن روی هر کدوم از این بازوها و در امتداد بازو قرار بگیرن. الاین انگل رو اگر بزنید شما میتونید در امتداد بازو قرارشون بدین یا دقیقا اون زاویه ای رو انتخاب بکنید براشون که خودتون دوست دارید. مثلا من اینجا میگم اند به این زاویه باشه و خود انگلش هم چیزی باشه. شما ادیتیو بلند هم دارین، همون چیزی که ما توی در واقع پارتیکلز داشتیم که من اگه اینجا روشن بکنم شما میبینید جایی که اورلپ میکنن ادیتیو بلند اعمال میشه. دقیقا توی لایبرری شما یه سری ریپلیکیتور پیشفرض هم دارین که مثلا یکیش اینه، یکیش اینه و اتفاقی که شما اینجا میبینید افتاده توسط انیمه کردن رپلیکیتور و یه بیهیویر انجام شده که حالا اونو توی قسمت بعد میبینیم.